قربونت برم علی جان، فدات بشم، همه چی هست شکر خدا. عشق منین، در هر صورت به بزرگواریتون ببخشید، یه مقدار حالم مساعد نیست، سرما خوردم، بینی و چش و مش و عدسه مرتب دستمال کاغذی گذاشتیم. و یا علی سید میگم خوشحالم، شما سید خوش به حال شما، سادا چقدر درجه بالایی دارین که پدرتون امیرالمومنینه، جدم نگهدارتون باشه. اتفاقا الان داشتم یوتیوبمو چک میارم، دیدم یارو اومده، بذار من براتون بخونم یه لحظه که اومده کامنت نوشته چند پیش. من یه ویدیویی داده بودم در مورد با یه شخصی که حالا تو برمینگهام منچستر، یه چرکن کثیفی که ادعای ضد نظام بودن میکنه و همش با الفاظ بازی میکنه و خب چهار تا کلمه لاتین صحبت میکنه و یه چهار تا منگول دور خودش که فکر میکنه این چون با لاتین صحبت میکنه و چهار تا کتاب خونده خیلی حالیشه. قبل ها من باش لایو گرفته بودم، گذاشته بودمشم تو کانال یوتیوبم. خلاصه رفته بود اونجا، انگار پاکش کرده. از جوابی که بهش دادم خجالت کشید، پاکش کرد. اومده بود گفته بود سید فلان فلان شده، تو میدونی سیدا کیان؟ به توهین ها، به توهین. بودم خاک تو سر تو، امثال تو که میان به سادات، سادات تاج سر تو هن. ها پدرانی زلال و زلال اندیشه و مادرانی اصیل با تمدنی کهن، مادران آریایی ایرانی، نژادشون اینه. از پدرانی پاک و زلال که هیچ غباری روی اسمشون نیست. برین ائمه عطا رو نگاه بکنین، تاریخچه زندگیشون رو ببینیم بخونیم، هیچ غباری تو کارنامه زندگیشون نیست. ائمه عطا رو ما با مادرانی بزرگوار و اصیل آریایی ازدواج کردن، یک نژادی به نام سید فرزندانی به سادات بودن. گفتم احمق و بیشور، برو 1400 ساله، برو ببین چقدر سرها دادند این سادات برای دفاع از آب و خاک و دینت و مذهبت و سرزمینت. زیاد دور نرو دو طول این 1400 سال، برو همین به زهرا رو نگاه بکن، ببین چقدر ما شهید دادیم از سادات برای دفاع از ایران و سرزمینت. بعد تو میاد به مادران ایرانی توهین میکنی که همچین فرزندانی به دنیا آوردن، توهین میکنی، اونا رو تخم تجاوز و تازی میدونی. از همه طول تاریخ همه رو فراموش کردی، مغول و اسکندر و چنگیز و فلان همه رو فراموش کردی، چسبیدی فقط به تجاوز عربا. سادات رو توهین میکنی. در هر صورت الان رفتم نگاه کردم، وقتی جوابش محترمانه هم دادم، پاک کرده، حذف کرده کامنتش. عشق منی، در کل تاج سر این آقا، اول و آخر همه چیزا انسانیته. خدا تو قرآن کریمش یه سوره به نام انسان آورده، یه سوره کامل به نام انسان. انسان باشی، توحید و دین اتوماتیک هستش تو فطرتون. به کسی توحید نکنین، تا ادب به خرج بدین تا موقعی که میتونین. میدونم نه شما نه من معصوم نیستیم، بالاخره یه جایی وای میسیم جواب بدیم، انشاءالله خدا سر تقصیراتون بگذاره. با قول بزرگترامون میگه بچه شیه ممکنه گناه بکنه ولی گناه دوست نداره، ممکنه ما بی ادبی بکنیم ولی بی ادبی کردن رو دوست نداریم.
آج امیر خیلی خوش اومدی، آقا سرجات خیلی خوش اومدی، عشق منی. یه بار دیگه بازم من معذرت میخوام به خاطر اینکه یه مقدار صدام گرفته و کسالت دارم، سرما خوردم، به بزرگواریتون ببخشید. آقا حمید عزیز، آقا سعید عزیز، چشاد بی بلا عزیز دل منی، همه جای دنیا الان عزاداری میگیرن برای آقا با عبدالله حسین. آقای یوسفی اسمی پلش پلشتر نیار تو لایبم، میخوای بری رو نویر به من؟ آقا مسعود عزیز ایشالله که کرونا نیست، فکر نکنم. ممنونم بچه خوب اردبیل، سید تو رو خدا بیشتر لایو بذار. آقا فرض چش اگه بتونم، ترک فان عزیز، سیروز بزرگوار، علی عزیز میگه لایو بیشتر بذار روحیه میدی به آدم، خاکتم. عمو سید کربلو بودم تازه، قبول باشه داداشی دارت بگردم. یاشار عزیز، علی عزیز، سه سر شده، همه متقلب شده اینجا متاسفانه. علی از دوسندراف، آقا افشار بزرگوار، یاشار عزیز، آقا صمد عزیز، سانی بیا فرار کرد. آقا سید مو نمی کنه، احتیاج به مو ندارم داداش، همینجوری خوشگل و خوشتیپم. چرا معنا داره اگه خوبشو بگردی؟ آقا سید لزه ویش کی خبر؟ چرا پیش دو سه روز پیش لایو گذاشته بود، خب میاد میگه داره مشروب میخوره، ببین داره مشروب میخوره، بعد هنوز سرش داغ نشده، چون همه جربزش، همه وجودش، کلامش و فحاشیش بعد از اینکه یه ذره مشروب رو میخوره از کلش داغ میشه شروع میکنه. قبل از که مشروب نمیخوره، نه خایه داره، نه وجود داره، هیچی نداره. خب فدات بشم آقا نیما جان. خب بعد هکم ازش میپرسه من با کسی مشکل ندارم، من به کسی بیادبی نمی کنم، خب من فلانم، یه مدت نیستم، من فلانم، این حرفا میزنه، همینجوری هم میریزه میخوره، یهو داغ میکنه، یهو شروع میکنه، یه سه چهار تا پیک، پنج تا پیک که خورد، یهو یادش میفته لاته، لات بازی در میاره. به جایی که به هانی و پانی و آشپزخونه دارای مواد مخدر شیشه گیر بده، میاد به سه دار پوش گیر میده، همون طویله نشینه، بعد شروع میکنه لات بازی دار، من ببینم سبیلاتو میتراشم، من نمیدونم پلان میکنم، منم اگه ببینمت میگم وایسا کنار، من اول پشمای زنتو بزنم. چون همونجا وای میسونمت قشنگ جلو چشم زنت، جلو چشم خودت پشمای زنتو میزنم کسکش. تو سیدار پوش نمیخوری. یه مو جو گندم میریزن، علوفه میریزن جلوت، وای میستونمت نگاه میکنی، با ژیله پشمای کس زنتو میزنم، بعدش میکنم جلو چشت خار کسه. خرابت کردم، ولومتو کشیدم پایین، دستتو رو کردم، برو دنباله. حالا فاز عاشقی گرفته، فاز عاشقی گرفته، نمیدونم کلیپ عاشقانه میذاره. عشق مجازی، گیر عشق مجازی افتاده. ببین تو دایره کی بهش پیام داده، دوتا عشق براش فرستاده. والله
میگه الان داره با گی ها اخاذی میکنه، بی ناموستر از هانی، من کسی رو دایره پیدا نمیکنم، من تو دایره جواب نمیدم داداش، عشق من اینا دور سرتون بگردم. چشی چانه اون رو خدا برکیلی آی سری ندیدی از عشق من زیر و نمایی کرد. آره جنده خونه های جنده های مجازی هنیکنان دیگه 24 ساعته میرن براش این چرت و پرتا میگن و فلان میگن، کوکش میگن. آقا ولش کن این خارپوسته، اصلا مال این حرفا نیست. آقا همه تو خوش اومدی عشق منی. سید جان سلام ارادت، حاج احمد فتای دورت بگردم، عشق من دورتون بگردم، خیلی خوش اومدیم. آقای احسان عزیز، سحر عزیز، سید جان منم کرونا گرفتم واسه هم دعا کنی. آقا مهتی عزیز، عزیز دل منی فدات بشم دورت بگردم، بلا دوره. دنیس بزرگوار انشالله که خوب میشی به جام محمد آنمه. سیدی که از رفقا مشهد شبیه اونو پیدا کرده بود میخواستم بزنش، فکر کردن اونه چون به ایرانیا پشت داده بود، بعد دیدن شبیه به دستشو چک میکردین قشنگ ثابت میشد. آقا سالت ناموسن، همه برین دایرکتش. آقا ولش کنی اصلا اهمیت نده، اینا فقط دیدم بعد از یه مدت که بلومشو بردم پایین دیدم داره چرت و پرت میگه، سپل میتراشم من پشمای زنتو میتراشم. سید من اصلا نمیخوام اسمشو بیارم، عرق میخوره یا یادش میفته ادای لاتای ایران در بیاره. کسکش چشم باز نمیشه، سری چشامو به زور باز نگه داشتم ولی دل نمی کنم از لایت برم، عشقی به مولا خیلی به دلم نشستی، دورت بگردم فدات بشم. آه سعید خیلی خوش اومدی. سید جان محرم مراسم داشتین تو لندن؟ بله خود تو آواج احمد فتایی، بله تو پیجم هم گذاشتم، هم راه پیمایی هم مراسم. آقا احمد تو خیلی خوش اومده عشق من این. بله بله حاج علی، علی گیان چینی برا خوبی؟ صحتت خوبه؟ خوبی برا؟ سید چند وقت پیش یکی اومد گفت اونجا استخ داره، نمیدونم سید کیاوش رو میشناسی؟ هانی الان با کیاوش داره اخاذی میکنه، کیاوش گی هست دیگه. سید ناموسن بیارش تو لایوت بهش بخندیم یکم. داداش شما هم دنبال فان میگردین. علی گیان دورت بگردم، والا زیاد خونی هم فداد بوم. علی گیان جونه سرما شدید خوردم، وزم زیاد مرتب نیه. اوشا خفت ملا علی یلا فراس کولر بان سرم نا هوا سقطم کرد، یا روژ تامه است نه سرما خوردگی و عدسه. سلام بچه های قدیم که باز زغال سیبیل میذاشتن شبیه پدرشون بشن، ولی ماشالله الان زیر ابرو برمیدارن شبیه مادرشون بشن. متاسفانه داداش بله ببخشید دیگه. کاوس عزیز، عزیز دل من این دورتون بگردم. آه همه تو خوش اومدید، سه به تنکاری کردی اونا رو هم انداختی بیرون از لایوش، والله داداش من خیال خودت راحت کردی، لایوت آروم شده، اعصاب آروم. بله داداش، نه آقا دستش رو کردم دیگه، دستش رو کردم، خب دستش رو به سند و مدرک رو کردم، خالی بندیاش دروغهاشو. بعد من با کسی کاری ندارم جز با هانی کنا. الان ببین
معذرت میخوام کیرم و خایام و تا دسته کرده بودم چون هانیکونا و بالاخای هانیکونا. خب الان یه مدت کشیدم وسطه، خب یعنی از دسته کشیدم بیرون تا وسطه. اونا که عددی نیستن که بابا. چهار تا بچه مزلف همه فیلم ها و نمیدونم فیلم ها و هرچی هم که به قول معروف آقا ما میذاشتیم دست اینا رو میکردیم اینا بیشتر مشهور میشدن. ما میگویدیم نگاه کنین یا خلق الله، نگاه کنین اینا چقدر بیشرفن، اینا چقدر بیناموسن، اینا چقدر دروغن، اینا چقدر هزار روان. خب ببینین نه به دینشون، نه به سرزمینشون، نه به اعتقاداتشون، نه به اخلاقیاتشون، نه به لاتبازیشون، نه به هیچ چیزشون پایمند نیست. ما به سند و مدرک میذاشتم بودم یا ایوالناس نگاه بکنی میدیدم اینا مشهورتر شدن، میدیدم اینا مشهورتر شدن، لایوشون بالاتر رفت، بعد برای ما هم گردن کلفتر شدن. خب ما اومدیم عدم همه فیلماشونو عدم پاک کردم. برین لایف، برین کانال یوتیوب هم نگاه بکنین همه رو عدم چیز کردم. بعد تازه میومدن برای من هم چیز روداری هم میکردن، میگفتن تو با چه اجازه یه فیلم ما را گذاشتی؟ خب خوار مادر کنی تو با چه اجازه اسم من آوردی برای من لاتوازی در میاری و فش میدی و فلان میدی؟ تو وقتی اسم رو نیاری من برای چی اسمتو بیارم؟ من همه دنیا میدونم فقط با هانی و تیم مفعول هانی کار داشتم، اونم به خاطر سلامتی ملت ایران. خلاصه دیدیم نه اینا بیشتر مشهور شدن، دیدیم بیشتر لایوهاشون بیشتر بالا شد. عدم همه هرچی فیلم میرم ازشون داشتم فکر کنم یکی دو تا بیشتر نمونده، همه رو حتما پاک کردم. کانال یوتیوب هم برین نگاه بکنین. آقا جهانی دارت بگردم، خودمون مشهورشون کردیم، خودمون بهشون شهرت دادیم، بهشون احترام دادیم، عزت دادیم، آخر سر دیدیم دارن برای ما گردن کلفتی میکنن. بعد پرو پرو تازه میومدن میگفتن ما سید آبی پوشو معروف کردیم. حالا خندهش میگیره ما سید آبی پیشو فالو دادیم، ما معروفش کردیم. یه دونه به خاطر این کارتون که من معروف کردین یه دونه پشمای خایه ها معذرت میخوام سفید شده، اونو هدیه میدم به شما. خواهر کستا اون موقعی که سید آبی پوش شما کجا بودی؟ زیرخواه بچه محلا و بکنهای بچه محلاتون بوده چون نخواهرم سید آجی برخاطر من اگه قلب من عشقی دادن. آقا عباسیز و علیکم السلام. آقا عباس جهانی دارد بگردم، ما میدونیم جواب سلام واجب، ببینیم حتما جواب میدیم. سردار اسحاق چاو منی میگه ویسکی من یاد سجاد غریبی میده. زبا صادق عزیز عجب از دست شما، خدا وکیلی انرژی به همزود. هنی میگو سید آبوش میخوام سید سمزوزش کنم. سید شما خیلی دلت پاکه، به خدا بعضی از این عشق لاتی ها مثل آرام کوسه رو باید از همون روز اول مثل چهار باش برخورد کرد، چون اینجوری حرمت دادم. خب میومد دیگه، میومدم براش یکی براش براش نمیشه میگفت فلانی بچه های تیم برجام تعصبت رو میکشن. آقا سعید سعیدی اورجینال بی ادبی نگن داداش.
از چی خجالت میکنن؟ از کس مادرت که رو به چهره سیدار پوش داره تشعشع میزنه خجالت بکشم؟ چون نخواهر مادر اندی فلان تشعشع ها چوچولای مادرت آبجیت از اونا خجالت بکشم؟ خواهر کسته میای برای من پرگیری میکنی؟ هفتاد هفت هفتاد پنج سلطان علی ابن مستر ازاز خاکتم آقا عبالفرد سلام معین عزیز سلام عجب سید آبشو چهار سال من فالو دارم ناموسن سید یک رنگ منطقی با صفا مشتی بابا قدرشو بدونیم دورت بگردم فدات بشم دوست داری آقا بهزاد عزیز آقا حامد بزرگوار آقا عبالفضل ممنونتم آقا رضا کرمانی عزیز آقا علی رضا آقا همه تو خیلی خوش اومد پایداری شما به عشق میگه سید فوش نده خب داری بیادبی میکنی دیگه داشتی بیادبی میکردی ببخشید دیگه سرما خوردم دعا بکنین انشالله شفای همه بیماران من جون ما آقا سه سالاری آقا وحید مرادی هم شهری ما بود خودت عشقه رو آقا وحید مرادی هم شاد بچه های خوب همه دان سه توی سالهایی که هستی ثابت کردی ریشه داری مثل بعضی ها یه روز مد نشدی و یه روز هم از چشم ملت بیفتی دورت بگردم فدات بشم عشق منی داداش انشالله که ثابت قدم در راه خیر و حقیقت باشیم آقا من به آقا جلال من به شما بیادبی نکردم یه پسر دیگه بود داشت بیادبی میکرد مثل الان این وزین تو اگه داشتی که الان وای میستادی بالا سر خواهر مادرت نمیدازمت بیرون میخوای منو وادار بکنی به فوش به والله تا صبح بهت فوش میدم آخر نمیگم فکر نکنی بعد مثلا بری بگی مثلا سیدار پوش تو لایواش همش فوش میده و فلان میده مثلا من تخریب میشم نه چون لیاقت فوش خوردن داری آقا سید از رضایت و رضایت و در و این مرادی خبر نه من هیچ خبر ندارم داشت سنتور عزیز حسین عزیز آقا میگه سید جدی اون بند خدا تو رینگ بنداز بعد بنداز میاد لایف میذاره میگه کتکی زدین آقا حسن عزیز ممنونم میترا جان سلام آقا وحید سلام دانیال عزیز سلام چشام به زور باز میشه سید تو هم دروغ میگی میدونی چرا حالا منو دیدی چرا رفتی پشت سر من حرف زدی سر هانی هانی رو بزرگ کردی ولکم بابا ما که چیزی نفهمیدیم از این نوشته تو سید تو هم دروغ میگی میدونی چرا تا حالا منو دیدی چرا رفتی پشت سر من حرف زدی من اصلا تو کی هستی که من پشت سرت حرف بزنم اصلا تو کی هستی چرا میای چرت مینویسی داداش ما از خدا میخوام بیایم ایران علی هر موقع وقت شد حتما میام آقا عبالفضل شک نکن دلمون تنگ شده بود براتون ببخشین دیگه یه مدت تاب نیاوردیم دیگه اومدیم گفتیم با این حالمون هم شده یه عرض ادب بکنیم یه کارت حضوری بزنیم ببخشید کامنت ها وایساده بود سه چند پیش
دست بالش باند پیچی بود بعد ولش کن بابا ولش کن، چرا میخواین دوباره بیارینش روی چیز؟ آقا چرا به مادر من فوش میدی؟ آقای علی من الان خوار مادرت رو یکی بکنم خوبه؟ فوش بلدی بیا به خودم بده. سید بفرمو فلافل دولت آباد نوش جانت. کیرم در تو برو خوبه؟ سه جان برو پیج دولاب تران دوست دارن آرزو به مولا. من بچه های برجام تعصب تو میشه. تو کیرم هم نیستی که من بخوام تو رو بشناسم. خارکوسه پوری گیری بکنیم این دازمت بیرون ها. خارکوسه علکی میخواد من اسمشو بیارم اینجا تو چش بیفته مشهور شه. هی میگه بارو ببین فلانم. تو کیر من هم نیستی. خارکوسه که میگفتی برو بیرون مادر جنده کیرم تو ایل تبارد برو بیرون. خب این به بعد الان بیادبا رو میندازم بیرون، الان هنو سیکتیم میکنم. خب بیا بیادبی بکن این به بعد تا من بندازمت بیرون. این به بعد هرکی بیادبی بکنه میندازمش بیرون، حالا هرکی خواهی داره بیادبی بکنه. ببینم کی وجود داره بیادبی بکنه تا لایو بندازمش بیرون. مجبور شه بره یه پیج فکر دیگه درست بکنه. الان با ادب میشن. آسن عزیز بر جمال آل محمد خاندان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پس آقا هورا همونو میخواستم بدونم. برو بیرون. آفری انداختمش بیرون، انداختمش بیرون. به من میگه داداش به زبان ترکی بعد داره فوش میده. یه ذره شک افتادم ولی این دوستان تأکید کردن انداختمش بیرون. آقا آصف عزیز میگه بهترین کاری میکنی میندازی بیرون. آقا بابک عزیز 1554 میگه نه دوتاشو حرف زج زدن. اوکی آورو جان ممنونم داداش. آقا ابوالفضل دورت بگردم. بله حکی بیادر میکنه به خودش میرسه، چون ما به کسی بیادبی نمیکنم. اینجا میاد بیادبی میکنه مجبوریم جوابش بدیم. آقا به نظر چرا هیچ برخوردی بهانی در مورد آشپزخونه هاش نمیشه؟ والا ما هم زبونمون دره برد. بعضی ها چقدر حقیر و بیاسالتن. خب مثلا چی بهتون میرسه که فحاشی میکنین تو لایف؟ خب اگه دوست نداری نری تو لایف. مگه سیب سرخ فرستادن دنبالتون بیای تو لایف؟ ممنونم. دقیقا اینا از عظمت سید آبیپوش که خدا بهش داده حراس دارن. به خاطر اینه میخوان بیانه بیادبی بکنن، ما رو وادار به بیادبی بکنن که مثلا شخصیت ما رو زیر سوال ببرن. ولی اونایی که بعد بشناسن سید آبیپوش شناختن.
منطق، کلام، عظمت رفتاری و صداقت سیدای پوش بنیان اینا رو سوزونده، بنیان هانی و تیم محفولشون رو سوزونده، بنیان دروگروها رو سوزونده. آقا همه دارت بگردم، جد منم نگهدارتون باشه. یک رنگی و صفا و زلالی سید و پوش اینا رو بیچاره کرده، چه خودشون هر دم هزار جور شکل عوض میکنن. دیدیشون که همه تون خوب دیدین. به خاطر اینا کم آوردن. یا آقا چرا بیاده میگو چرا اسمی از خانوادت رو اینجا به کار میگی یا کسی که حال نمی کنی نه فالوش کن نه تو لایوش بیار، مگه نامه دعوت وسط فرستادنی خورده شخصیت داشته باشی تا به خدا زن. آقا احمد فتای درود بر شما. سید دوستان نوشته بود شیره بکشی برای سرما خوردی. خدا نگاه. سید اسرائیل هنی کنا خودت بودی و هستی. هانی آدم فروشه، به خاطر همین مامورا باشن. نصف خلافکارهای تهران رو فروخته، تو ترکیه هم فروخ. هر جا میره این بازیگر اونجا دردسر درست میکنه. سید من اومدم برهامم اشک ماهی. زنده باشی داداش، دورت بگردم. جواب سید با عشق بچه های شهریار سلام دارم، دورت بگردم. سید منم سعید شخصا داره. آقا سعید بچه خوب اردبی، دورت بگردم. زنده و سعید تابلو پشت دوست داری، میدونی تعصب داری چون همیشه پشتته. سعید تابلو پشت تو دوست داری، میدونم روش تعصب داری. تابلو جون منه، نسی که 25-6 سال دارم اشالله. آقا احمد عزیز هر جای دنیا رفتم با خودم بردمش. آقا احمد عزیز تیم وجبی رفته بود ترکیه، همه آشپزخونه رو بزنم بودن با جوز ندارد. میگه یکی از سابقه های نداشته تو بگو. از آبجیت بپرس. آفری MD48 از آبجیت بپرس، اون سابقه من کاملا داره. چجوری زیر روش میکردم، چجوری زیر خر پشته، بالا پشته، وون تو راپله، همه اینا رو قشنگ یاداوری میکنه برات چجوری سابقه منه تو کردنش. چون ده خواهر مادر میگه سید بچه شهریار سیامک بندرلو با برادران بندلو رو میشستی؟ نه عزیز دادم نمیشستم، دارت بگردم. آقا یزدان نیکنام نشته سید کامنت من رو بخون. نه ایدم داشت ببینم میخونم. سیروز میخنده میگه ای والا سید آقا امیدن والا باید از سراغ سابقه میگیره. اینگاه هرکی سابقه داره هنر کرده، کیر قولش کنده، خواهر کسته. اونی که سابقه داره یعنی کیر خورده. چی بگم والا، سابقه فقط یه جا درسته که سر حق وارد زندان بشی، سر کلمه شرف و شرافت و ناموست و حق وارد زندان بشی، اونجوری سابقه دار بشی. یعنی سابقه های دیگه افتخاری نیست که تو بخوای مثلا با ادعا بیای بگی آقا مثلا آقا 4 تا تیزی زدم، 4 تا خلاف کردم، به خاطرش رفتم. آر بودی، به خاطر اون رفتی زندان، پشمکم بودی.
یه به کیم یاگر تنهایم که توی رویاش از کپه ایزم و درخت میسازه به جنین سخت شده که حافظش پریده به چشمه کوچک که خواب نهنگ میبینه. آفرین. میگه بچه زرنگ اونه که سوز سابقه نشته باشه. بارهایی نگفتم سعی جان عکسی ازتون تو ورزشگاه دیدم، سابقه در ورزش هم دارید؟ کدوم ورزشگاه داداش؟ سید کسی هم به نظر آمد خوبیه داداش. این هم ببینن مسئله جانبیه، ما حسکاری با ظلم و ستنی که تیم مفعول هانیکانا با پخش مواد مخدر شیشه و آشپزخونه هاش راه انداخته و برای خودش باند و مافیا و چهار تا دور از خودش پستر دور خودش جمع کرده و داره فسق و فجور میکنه تو اجتماع، با اونا مشکل داریم. حالا با اون یک سوی گیره گونا کار خاصی نداریم. من کیم که بخوام بگم فلانی خوبه یا بده؟ هنی کنه چون آقا همین شما تاج سر منه. یه سید از کره ماهی پرچمت بالاست دیوار چین. خب دوستان عزیز ازه ما خسی میدین داداش، یاد دورتون بگردم. نمیشتسم داداش. خدا خونه هر کسی که دستش به سلامتی مردم و رزق روزی مردم آلوده است و ضربه میزنه به ملت عزیزمون، به خانواده‌هامون، به همه، به دینمون، به مذهبمون، به شرافت و قداست ایران عزیزمون ضربه میزنه، خدا نیست و نابودش میکنه. در هر لباس و فرم و شکل و قیافه و دین و مذهب، هر شکلی که میخواد داشته باشه، ضربه میزنه به قداست ملت عزیزمون، به ایران عزیزمون، به دین عزیزمون، به مذهب گلمون، نابمون، به شرافت خانواده های ایرانیمون، کرد و لور فرق نمیکنه، عرب و عجمش، به تمامیت ارضی ایران ضربه میزنه، خدا نیست و نابودش بکنه. یکیش هانیه. انتظار عزیز دارت بگردم، خیلی خوش اومدید. الهی آمین. خب دوستان اگه اجازه بدین من یواش یواش به حضورتون مرخص میشم. آفرین. یه خدا چه ضربه جوان نمیزنه، خدا لعنتش کنه. برو بیرون ترم بندازم بیرون. آها. همه چی خوبه شکر خدا، بعد یه موقع سرما خوردم. دعا میکنم برای شفای همه، من جمله بیماران کرونایی و شما من دعا بکنین. دورتون بگردن، عشق منین. سید مازم خود باش، خیلی ساعت با چشم دورت بگردن. در پناه خدا باشین. یا علی من.